سلام وخت مو په خیر. وروسته له شلو یا دوهویشتو کلونو څخه هوډ یا تصمیم نیول شوی دی چې د افغان ترک کوم ښوونځي چې په افغانستان کې فعالیت کوي د شخصي مؤسسې یا شرکت څخه کنټرول څخه وویستل سي، او د ترکیه حکومت هوډ لري چې دغه ښوونځي چې په افغانستان کې فعالیت لري د دوی تر کنټرول لاندې اوسي. تر دې چې دغه موضوع تر ولسمشرۍ ماڼۍ پورې هم رسېدلې ده او د ترکیې هېواد ځینې شرطونه هم ایښي دي. په تیرو مرکو کې هم په دغه موضوع بحث وشو. ډیری هغه کورنۍ چې ماشومان په دغو ښوونځیو کې زده کړه کوي، دوی یو ډول تشویش ورته پیدا سوی، او دوی فکر کوي چې کېدای شي دغه ستونزې د دې لامل شي چې دغه درسي سیستم کې ستونزې رامنځته شي. په همدې موضوع منن بیا هم وغوښتل چې ولې د ترکیې هېواد غواړي چې په افغانستان کې افغان ترک ښوونځي دوی پورې اړوند سي، او آیا دغه ګام به مؤثره وي که نه، کوم شرایط یې پر دوی ایښي دي، او اوس په افغانستان کې څومره د افغان ترک ښوونځي فعالیت کوي، څومره افغان زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي. په همدې موخه ځانګړې مرکه لرو په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو له مرستیال ښاغلي احمد فؤاد حیدري سره. ډېر زیات مننه منصب چې وخت مو راکړ. تشکر بسیار زیات. سلام خدمت شما و بیننده های محترم تلویزیون و تشکر از دعوت. کوردان مشخصا رازو تاریخچه ته دا چې وروسته له شلو یا دوه ویشتو کلونو څخه یو ځل لغه فکر د ترکیه حکومت ته پیدا کیږي چې باید دغه ښوونځي د دوی تر کنټرول لاندې اوسي، دا موضوع څنګه ارزوئ؟ او بل دا چې څومره به ستاسو په اند دغه ګام مؤثر وي؟ به اجازه شما مختصر در مورد تاریخچه مکاتب میخوایم معلومات بدم. مکاتب افغان ترک بار اول سال 1995، دقیقا 23 سال پیش، در افغانستان به فعالیت های خود آغاز کرد و امروز در 7 ولایت افغانستان از جمله جلال آباد، قندهار، کابل، مزار شریف، شبرخان، هرات و خوست مکاتب داره و مراکز آموزشی داره و 8000 نفر 8000 دانش آموز از خدمات آموزشی مکاتب افغان ترک استفاده میکنن. یعنی افغان ترک در همین مقطع هیچ گونه تاثیر از روابط کشورین افغانستان و یک کشور دیگر نداشته و متواتر در طول 23 سال به فعالیت های خود بدون انقطاع ادامه دادم. البته ما چند وقت هست که از آدرس رسانه میشنویم و موضوع انتقال مدیریت مکاتب افغان ترک را. از دید ما انتقال مدیریت مکاتب افغان ترک به معنی بسته شدن از این مکاتب است و به معنی از بین رفتن یک نهاد آموزشی موفق با تجربه 20 و چند ساله در عرصه معرف افغانستان که در آخر روز سرنوشت دانش آموزا قربانی از این عمل خواهد شد و در ضمن معرف افغانستان ضربه کلانی را خواهد. مشخصا دغه درویش تکلن که چې افغان ترک ښوونځي په افغانستان کې فعالیت لري، ستاسو په اند څومره به دوی دغه کار مؤثر او څومره زکونکي له دوی څخه فرق سوي له دغه ښوونځي څخه؟ خب در دو بخش ما میتونیم موفقیت های مکاتب را روش بحث بکنیم. یکی که ما 6000 شاگرد را تا به حال فارغ دادیم و خوشبختانه به اساس آماری که ما در اختیار داریم بیشتر از 20% از اینا در 50 کشور مختلف دنیا توانستن که بورسیا دریافت بکنن و تحصیلات عالی خود را ادامه بدن و یا به پایان برسانن و تعداد زیاد از اینا هم تقدیم جامعه شدن که همه از کارکردهایشان، عملکردشان، تعهدشان در قبال افغانستان، ظرفیت، کارایی و غیرهشان بسیار خوشحال هستند. و از سوی دیگر خوشبختانه میزان موفقیت در این مکاتب در شمولیت کنکور افغانستان خیلی بالا بوده که سال گذشته یک شاگرد ما به نتیجه ماند و به شکل اوسط 98% از فارغین ما به تحصیلات عالی در داخل افغانستان هم راه پیدا میکنند. و یک مورد دیگر هم از سال 2003 به این طرف تقریبا 13 سال هست که در رقابت های علمی بین المللی شاگرد های افغان ترک شرکت می کنند به نمایندگی از معرف افغانستان و تا به حال بیشتر از 900 مدال را در رشته های مختلف دریافت کردن که یک افتخار بسیار کلانه به معرف افغانستان و به ملت افغانستان هست. اوس مشخصا درویش کلونو که اصلا دس یو موضوع نه و ورسل شلو یا درویش کلونو دوه ولسیز څخه دغه موضوع یو پیو راپورت کی چې باید دغه خونزی د ترکیه حکومت پورې وصل شي. کینه ډیرای په دیاندې چې کېدای شي ترکیه کوم روسي کودتا چې وسول سیاسي سونج چې د لامل سره چې ترکیه حکومت نور باور خپل لاس ورکي دوی پر رهبری باندې او غوړي چې دغه خونزی دوی
پورې اړوند سي. آیا همدغه موضوعات دي یا نور موخې هلته شتون لري؟ فکر میکنم تو اندازه امی موضوعات سیاسی هست. بعد از کودتای نافرجام حکومت ترکیه مشخصا یک گروپ را متهم به دست داشتن در این کودتا کردن و مکاتب ما را و مکاتب دیگه که در خارج از کشور بودن به یک گروپ مشخص در ترکیه ارتباط دادن. ما باید خدمت شما از یاد را عرض بکنم که ما یک مکاتب ما تحت چتر یک انجیو در افغانستان فعالیت میکنه که مطابق قوانین افغانستان تأسیس شده، مرکز ما در کابل هست و در هیئت رهبری از اینجو افغان ها و ترک ها مشترکاً این کار را پیش میبرند. تقریبا از 800 کارمند ما 170 از اینا استادای ترکیه هستند و ددان دیگر استادای ما از ملیت های مختلف هستند. اکثریت هم پیشبرد کارا، هم هیئت رهبری و هم در تدریس افغان های خود ما که سهم دارن و استادایی که در اینجا هستن اگر تابعیت ترکیه را دارن چندین هزار کیلومتر از کشورشان دور هستن. استادا پیام آورای صلح هستن، کارکردهای از اینا بر مردم افغانستان روشن هست. اینا هیچ گونه پیوند بر رویدادهای داخلی ترکیه ندارن و ما هم یک نهاد مستقل غیر سیاسی و غیر وابسته هستیم و بر رویدادهای داخلی ترکیه هیچ گونه ربطه و یا موضع گیری. بله، اوس دغه څو میاشتې دغه ستونزې او مشکلات را برسره سوي دي. یعنی داسې اورېدل کېږي چې ډېر یو منفي تاثیرات د ښوونکو او زده کوونکو په روحیه باندې هم درلودلی سي. یعنې زیاتره کورنۍ چې اوس دغه ماشومان دلته زده کړې کوي، دوی نوه متاثره سوي دي، دوی نوه شوک لیدلی او دې ته حیران دي چې له دې وروسته به څه کېږي. اوس دغه درسي میتود په کوم حالت کې دی؟ فعلا دغه ښوونځي کې نارمل حالت روان دی که نه ستونزې شته؟ ما درس ها بر اول عادی خود ادامه داره و تقریبا دونی ما شده از آغاز درس های ما. ما یک ذره وقت‌تر با توافق وزارت معارف به درس های خود شروع میکنیم. بدون شک یک نوع نگرانی و تشویشی را بین اولیا شاگردای ما و خود شاگردای ما هم این موضوع ایجاد کرده. بالاخره اولیای شاگردا با یک قرارداد اولادای خود را به اعتمادی که نسبت به می اداره و می معلم‌ها و به می منیجمنت داشتن شامل از این مکاتب کردن و اونا هم نمیخواین که هیچ گونه تغییر نه در روند تعلیم و تربیه و نه در رهبری از این مکاتب بیاید، چون 22 سال یک مقطع بسیار طولانی هست به خاطر آزمودن یک کادر و ایجاد یک فضای اعتماد. و ما با یک ارقام میتونیم علاقمندی مردم را، محبت و حمایتشان از این مکاتب با یک ارقام مشخصا بگوییم که امسال ما حدود 1000 دانش آموز جذب کردیم، از 20000 بیشتر ما مراجعین داشتیم و این خود علاقمندی و اعتماد مردم افغانستان را نسبت به این نهاد نشان میده. در رابطه با متد درسی و نظام آموزشی شما پرسان کردین، نظام آموزشی ما ایره هم یک بار دیگه خاطر نشان بسازم که کاپی از کدام کشور مشخص نیست و یا از ترکیه نیست، یک نوع تلفیق از تجربه های بین المللی و افغانی هست. یعنی نظام آموزشی افغان ترک کاملا منحصر به خودش است که ما در اینجا ما مضامین ساینسی را به انگلیسی تدریس میکنیم و ای هم زمینه را به خاطر تحصیلات عالی در داخل و خارج از کشور به خاطر دریافت بورسیا و خیره هم مساعد میسازه و دو شاگردها او توانی و ظرفیت را هم به خاطر تحصیلات عالی در کشورهای مختلف دنیا ایجاد میکنه. تاسو مخکې یو څه اشاره هم ورته کړل، ازو دا چې څومره د جذب ظرفیت په دغه ښوونځي کې شتون لري. یعنی هر کال څومره فارغین لري تاسو او تر څنګ تاسو ویل چې سږ کال مو زر تنه جذب کړه، یعنی دا کچه ستاسو په اند کمه نه ده نسبت دې ته چې تقاضا د خلکو ډیره ده چې باید دوی اولادونه ولاړ شي د ښوونځي ته؟ اما په کومو دلایلو سره تاسو نسي کولی چې جذب له دې څخه ډېر واوسي زده کوونکو؟ خب به خاطر آموزش بعضی معیارهای را ما داریم. مثلا صنف های درسی ما حد اکثر باید 28 شاگرد باشه و اساس از او در یک مکتب در یک دوره ما حد اکثر حدود 130-140 شاگرد را می داشته باشیم و در سطح افغانستان ما تا 1200 شاگرد سالانه می تانیم در مکاتب خود جذب بکنیم و این را هم باید خاطر نشان بسازم که ما همواره مکاتب افغان ترک در حال توسعه هست فعالیت هایش. سال گذشته مثلا ما مرکز آموزشی را در خوست فعال کردیم و با مقامات دولتی هم در ارتباط هستیم، اونا هم وعده کردن که یک زمین را در اختیار ما بگذارن و یک تعمیر نو معیاری و استاندارد در ولایت خوست هم ساخته شد. به این شکل ما سال گذشته یک مکتب نسوان را هم در ولایت قندهار فعال کردیم. یعنی همواره مکاتب افغان نهاد
افغان ترک تلاش میکنه که هم تعداد مکاتب را بیشتر بسازه و هم در بیشتر ولایت افغانستان حضور داشته باشه. اوس خپل تاسو دغه کونځي یو مرستیال سي دغه روسي سونز څومره یعنی کولی سي په روحي باندې منفي اغیز یا تاثیر وکړي، څومره کولی سي ساس د کارونو پر وړاندې خند یا سونز ایجاد کړي؟ خب بالاخره انسان هستیم و از این رویدادها متاثر میشیم. ما بارها ای را گفتیم و یک بار دیگه هم از تریبون شما اعلان میکنیم که مکاتب افغان ترک در ظرف 22 سال فعالیت خود مرتکب کوچکترین تخطی نشده. وقتی که یک نهاد به اساس قانون تشکیل میشه و به اساس قانون فعالیت های خود را ادامه میده و یک نهاد غیر سیاسی هست، اولیا و شاگردها از اینا خوشحال هستند، میتود درسیش موفق هست، چرا باید در محور چنین جنجال ها قرار بگیره و چرا باید با بسته شدن و غیره مواجه باشه؟ بدون شک این سر روحی ما و سر کارکردها و فعالیت های ما تاثیرات منفی خود را داره. راستون مشخصا دیتا چه تاسو مخی او چه یادوانه وکره چه دزدکون کو چه نوی جذبیگی دوی دو کم میار لمخی کم شرایط سر دوی نیول کیگی؟ یعنی دسی هم امکان لری چه دا کم آزمانه چه داخلی پده که واسطه بازی و سوک واسطه و لری یا امکانات لری، یا معمولا نزین هوادوال مای چه دا چارواک و اولادونه دا مقامات و دوی جذبیگ او هغه څوک چې وخت وردی غوی نه جذبیگی؟ یعنی کوم شرایط سره په ټول افغانستان کې دا ټول ولایتونه چې تاسو مرکز لري تاسو ځکهونکي جذبوي؟ بله خب گفتم میتونیم که از هر قشر جامعه شاگردان در این مکاتب درس میخوانند. ما کنکور آزمایشی خود را داریم و به اساس از اونها با توافق البته وزارت محترم معارف کنکور برگزار میشه. بعد از دو یا سه مرحله امتحان ما شاگردان را جذب میکنیم و یک تعداد سهمیه را به خاطر بورسیا برای شاگردان موفق در نظر گرفتیم که اینا کاملا رایگان شامل از این مکاتب میشن اگر در امتحان نمرات خوبی بگیرن و یک بخش دیگه شان از تخفیف های بسیار ویژه تا 70% 80% را اینا برخوردار هستن و شامل مکاتب میشن و یک تعداد دیگه هم اگر نمرات کمتری را گرفته باشن و توانایی مالی داشته باشن اینا هم میتونن با پرداخت فیس شامل از این مکاتب شوند. یعنی اینا بسیار با اطمینان براتون میگم شاگردایی که آمادگی میگیرن علاقمند هستن و توانایی برای زندگی خوب در امتحان از خود نشان دادن هیچ گونه حق تلفی نمیشه و اونا به تحصیلات عالی را پیدا میکنه و نهادهای آموزشی افغان ترک را پیدا میکنن. و یک مورد دیگه هم ما نسبت به طبقه نسوان در سرتاسر افغانستان یک تبعیض مثبت داریم، بسیار فیس ناچیز از پیشان میگیریم و تشویق میکنیم که اونا هم شما از این پروسه شوند با توجه به نابرابری های اجتماعی که میشه در تاریخ و فرهنگ و گپای دیگه و غیره داره، به این شکل اونا هم بتانن از فرصت ها استفاده بکنن. بله ستاسو پا خونزه کم زکاون که چی دوی کورانی دغه حراس یا ویر لری چی کچیر دغه موضوع حقیقت عمومی او د افغان ترک خونزه د ترکیه حکومت تر کنټرول لاندې راسي په دغه درسي میتود کې به تغیرات راسي او حداقل دوی فکر کوي چې ځینې نور سیاسي موضوعات بدل تاغه سي او هغه ډار چې اوس دلته به وروسته نه بیان داسې یو څه موضوع ده. یعنی دغه سیستم به ستاسو په اند له منځه ولاړ سي دغه شل دوه ویشت کاله چې یا درویشت کاله چې مخته ته که اوس د حکومت پورې اړوند سي دلته به نورې موخې دخیلې نه وي؟ ما تا جایی که از اولیای شاگردا میشنویم اونا نگرانی های خود را امرای ما در این موضوع شریک میسازن. ای که ما مکاتب بعد از اگر احیانا چنین تصمیم گرفته شو و نهایی شوه و یا بنیاد معارف و یا هر نهاد دیگه و یا دولت دیگه این مکاتب را تصمیم شوه، احتمال سیاسی شدنش یکی از نگرانی های اولیای شاگردای ما هست. نمیفهمی تا چه اندازه حقیقت خواهد بود، اما یک چیزی که قربانی میشه این وقت صراحت برتان میتونم بگویم که مسئله کیفیت است در آموزش و پرورش و او هم دلایل خود را داریم. ببینین امروز ما 170 استاد که داریم به اساس یک تعهد در افغانستان ترکا کار میکنند در مناطق ناامن افغانستان، اینا حضور دارن در مناطقی که برق نداریم، آب آشامیدنی خوبی نداریم و اقلیم هم شرایط اقلیمی مساعد هم نیست و اونا بدون مشکلات شخصیشان و بدون تأثیر پذیری از این موارد منفی به کارهای خود ادامه میتن و در اونجا هم مردم ازشان خوش هستن و دستاوردهای بسیار خوبی هم دارن. با توجه به
وضعیت ناامن کشور، اگر این استادا از این مکاتب پشه و عوض از این استاد آوردن از کشور مثل ترکیه و جای دیگه، خیلی بعید به نظر میرسه. و از سوی دیگه هم خود نظام آموزشی ترکیه هم مشکلات خود را داره. من دیگه از پیشترم اشاره کردم برتان، کپی از نظام آموزشی ترکیه نیست. ما چند روز پیش کنکور ترکیه دایر شد و نتایج هم اعلان شد. از 2,200,000 شاگرد فکر میکنم 9 لک از اینا در ریاضی صفر گرفتن و تعداد زیاد از معلم ها هم بعد از در کودتا از وظایف خود برکنار شدن و یافتن استاد با کیفیت هم در شرایط فعلی بسیار دشوار است. و از سوی دیگر تدریس مضامین ساینسی به انگلیسی و یافتن از چنین استادا و آوردن از اینا به افغانستان هم یک امر بسیار دشوار دیگه هست. من فکر میکنم که تغییر مدیریت خیلی اثرات منفی روی کیفیت هم بله خواهد داشت. ده پوهن وزارت مسئولین وای چه ترکیه پر افغان حکومت هم فشار آورده که چیر دوی دغه موضوع که مصلحت سره نکړي قبول نکړي چې خونځي د شخصي شرکت څخه یا موسسه څخه دوی ته انتقال سي، نو دوی په افغانستان کې خپل کنسولګریان او سفارت وتړي او حکومت هم اوس یو ډول ګیر پاتې دی او مجبور دی چې د خپل دوی غوښتنې ومني. په دې اړه تاسو نظر څه دی؟ در این مورد یک بحث در پارلمان هم بود و یک تعداد از اعضای محترم پارلمان هم این موضوع را از خانه ملت صراحتاً اعلان کردند که اگر دولت محترم ترکیه در رابطه با فعالیت از این مکاتب کدام نگرانی را متوجه خودشان میبینند، دولت افغانستان میتواند در این مورد غور و بررسی بکنند. و از سوی دیگر ما و شما یک کشور مستقل هستیم، نهادهای کشفی و استخباراتی خود را داریم و اولادای هر قشر از جامعه هم هست، از دولت مردای ما هم در این مکاتب درس میخوانند. اونا روزمره از موضوعات داخلی مکتب تجریان هستند. اگر چنین مسئله سیاسی و یا کدام گپ دیگر در داخل مکتب باشند، از همه اولتر اونا میشنوند. نه تنها ای که ما هیچ نوع هشدار از آدرس از اونا دریافت نکردیم، بلکه اماره فعالیت های ما مورد تقدیر و تبجیل مقامات بلندپایه دولتی بوده. رئیس ریاست جمهوری ما را مفتخر به دریافت مدال کردن، استادای ما را اونا تقدیر کردن، وزارت معارف متعدد کارها را کردن. خب چی بهتر است که با توجه به وضعیت معارف افغانستان که شدیداً به توجه ضرورت داره، به سرمایه گذاری بازسازی ضرورت داره، کشور محترم ترکیه هم بیاین در ولایات مختلف دیگه که 34 ولایت است، ما در 7 ولایت حضور داریم، در اینجا مکاتب باز بکنن، کیفیت تعلیم و تربیت در افغانستان بهتر شود و بیشتر شاگردان بتانند که از این خدمات خوب مستفید شود. بله حیدری صاحب، دغه موضوع فکر کوم چې محکمه ته هم محاوله شوی ده، محکمه تللی دغه موضوع، یعنی څو میاشت کې دغه ستونزې روان دي. اوس استاذ پان محکمه به څه پریکړه وکړي؟ تصمیم به بالاخره په څه شي ځکه چې همدا اوس حکومت کورنۍ چې موږ تاسو ګوري دغه ځکه تاسو مخکې هم ویلي چې دوی نگران دي، دوی ویره لري چې دغه موضوع به څنګه شي، یعنی دوی سرنوشت به څنګه شي ځکه کوونکو، یعنی څه رڼایي شته، څه امیدواري شته چې دغه ستونزه ژر تر ژره حل شي په دې اړه؟ خب پیش از اینکه موضوع محکمه را یاد بکنیم، ما با کمیسیون معارف ولسی جرگه آرش شدیم، چون تصمیم از این کمیسیون در رابطه با انتقال مدیریت را ما خلاف قانون اساسی، خلاف قانون اینجا و خلاف تفاهم‌نامه که مؤسسه افغان‌ترک با وزارت معارف داره میدانیم. قانون اساسی ملکیت را از تعرض محسون دانسته و قانون اینجا هم هر نوع مداخله حکومت را در کارهای اینجو منع قرار داده. و سوی دیگه ما تفاهم‌نامه بسیار طویل مدت با وزارت معارف داریم و در مدت 23 سال ما بیشتر از 14 تعمیر ساختیم و چندین تعمیر که وزارت مربوط وزارت معارف و دیگه وزارت های مربوط بود به شکل بسیار اساسی بازسازی کردیم و اینا را با مرکز گرمی و مواد درسی بسیار مجهز آراسته ساختیمشان و ده ها میلیون دلار در این مکاتب سرمایه گذاری شده. و چون اینک تصمیم از یک سو سلب حقوق مؤسسه خواهد بود و سوی دیگه هم سلب حقوق اولیای شاگردا هست که به اساس یک قرارداد اولادایشان به اساس اعتمادی که در این مکاتب داشتن شامل کرد و ما این موضوع را به کمیسیون ولسی جرگه بردیم و اینا هم روی از این مسئله بحث کردن. اعضای محترم کمیسیون را هم
خواستن و یک نشست مشترک داشتیم و اینا گفتن که به خاطر قانونیت از این تصمیم این مسئله باید به استر محکمه بره و این مسئله به استر محکمه رفته دیگه فکر میکنم که تحت غور است و شما گفتین که چی خواهد شد. ما با توجه به ارشادات رئیس به جمهور که در روز ملی مدافعان حقوق بشر سخنرانی‌هایی داشتند و یک جمله‌شان هم همین بود که حاکمیت قانون یگانه راه تامین عدالت است، ما باورمند هستم که هر تصمیمی که استر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان بگیره با فیصله از اونها همانات ها. بله حیدری صاحب، اندغه کوم فشارونه چې دی پر حکومت باندې چې سفارت به وتړو کنسولګریان به وتړو روابط به افغانستان سره قطع کو، او تر څنګه یو بل موضوع چې دوی ویلي چې 15 میلیون ډالر امبراسي کومک د پهنه وزاره سره افغان حکومت سره پار دلی چې اساس باندې دغه موارد به اون کول چې حکومت دغه ترازو یا تل طرف درون شيغه خوته حکومت هم بل اخر تصمیم دیته شي چې ترکیه حکومت ته وسپاري. ما امیدوار هستم که چنین نشه، به حاکمیت قانون در افغانستان احترام گذاشته شود، چون یک امر بسیار مهمی هست به خاطر ایجاد یک فضای اعتماد نسبت به تنفیذ قانون و از سوی دیگه هم ما کشور مستقل هستیم، نهادهای خود را داریم، استر محکمه ما مستقل هست و اونا هم به اساس قوانین نافذه افغانستان که ما مطابق از او تأسیس شدیم و فعالیت های خود را ادامه میدیم پیش میبرند. من یک چیز را براتان خدمتان عرض بکنم، ما مربوط دولت ترکیه نیستیم و در هیچ مقطعی از فعالیت های خود از سفارت محترم ترکیه مساعدت دریافت نکردیم و تقاضای مساعدت هم نکردیم. ما کارهای خود را به اساس اساسنامه خود، تفاهمنامه‌ای که با وزارت معارف داریم و با مشوره با مقامات افغانستان کارهای خود را پیش میبریم و مربوط قوانین افغانستان هستیم. 5 میلیون را بحث کردن، یک پروژه ما در کابل، یک مکتب نسوان ما 5 میلیون ارزش داره. ما پیشتر هم اشاره کردم 10 میلیون دلار را مکاتب افغان ترک سرمایه گذاری کرده به خاطر معارف افغانستان هزینه کرده. مشخصا تاسو خپل د افغان ترک خوانځي رهبری چې په افغانستان کې دی، دوی ولسمشر سره مناسبه کړې ده دغه موارد مو بحث کړي فقط مو ولسی جرګې ته چې مراجعه کړي بس. ما از رئیس جمهور هم وخت خواستیم و خدمتشان عرضی خود را هم فرستادیم، حتما عریضی ما هم تحت غور خواهد بود و از جلالت ما دکتر صاحب عبدالله هم موضوع را رساندیم برشان. شاگردای ما رفتن به دیدنشان، اولیا شاگردا از اونا دیدن کردن، من نگرانی های خود را با اونا شریک ساختن و با وزیر صاحب معارف هم این موضوع را در میان گذاشتن، هم هیئت رهبری و هم شاگردای ما، اولیا شاگردای ما و غیره تلاش میکنن و اونا بسیج شدن، یک کمپاین امضا را هم راه اندازی کردن که امروز تقریبا 1 میلیون امضا به خاطر دادخواهی تاوال جمع آوری شده از ولایات که مکاتب افغان ترک در اونجا فعال هستن و یک تقاضای بسیار مشخص دارن که نمیخواین هیئت رهبری مکاتب تغییر بکنن و این نظام فعلی که موجود هست در مکاتب اینا تأخیر بخوره و برای اول عادی خود مکاتب ادامه بده. یعنی اساس پاند لازم نه و دغه سنزو د حل لپاره چې د دې ترڅنګ چې افغان حکومت له مسؤلین سره مولیدل دي تر ولسی جرګې او تر محکمې پورې، تاسو په کابل کې د ترکیه سفارت یا هم په خپله ترکیه کې د ترکیه چارواکو سره دغه موضوع شریکه کړې، دغه کوم دلایل چې تاسو دلیدل دمو سره شریک کړي دي، غوښتنه مو کړې ده چې دغه موضوع څخه صرف نظر وکړي؟ نه خیر، ما با سفارت محترم ترکیه صحبت نکردیم، با مقامات ترکیه هم در این مورد صحبت نداشتیم، چنان که من خدمتتان عرض کردم ما مربوط به کدام نهاد دیگه نیستیم که مرکزیت در ترکیه داشته باشند و تابع قوانین ترکیه باشیم و اکثریت هیئت رهبری موثر افغانا تشکیل میده و ما به خاطر حل مشکل خود و به خاطر دادخواهی بدون شک به نهادهای افغانی مراجعه میکنیم، بزرگ ها ملاقات میکنیم و از اونا خواهان کمک هم کنیم. چون اطمینان لره ادری سب چی دقیقه پریکره چی ستر محکمه کوی دا به دی ترکی دی حکومت دی قبول وارو گرسی او تاسو پر خوال حالت پریک دی؟ خب امیدوار هستم که
حاکمیت قانون در افغانستان تضمین شود و من مطمئن هستم که استرا محکمه افغانستان یک نهاد مستقل هست، سیاست کار خود را میکنه، اونا مطابق قوانین افغانستان در این زمینه فیصله صادر خواهد کرد. اوس مشخصا نازو که چیرې دغه ستونزه حل شي او دغه رهبری بیا هم ساسو په واکه پاتې شي، راتلونکي پلانونه مو څه دي چې حداقل دغه نمایندګۍ یا سازلۍ چې تاسو په اتو ولایتونو کې لرئ چې په دې وروستیو کې خوست ولایت کې هم پرانستل شوه، دغه به وغځېږي د هېواد ځینو نورو مهمو ښارونو ستر ولایتونو ته او تاسو به وکولی شئ چې ډېری زده کوونکي جذب کړئ او دوی ته به نور هم د زده کړو زمینه برابره شي؟ بله، ما در ابتدا هم خدمتان عرض کردم همواره فعالیت های افغان ترک در حال گسترش هست و این مشکلات ما هم که حل شود در ولایاتی که مکاتب وجود نداره ما در اونجا مکاتب بازخواد کرده با توجه به ای که در کدام زون حضور نداریم و در کدام ولایات مکاتب افغان ترک نیست و یک ویژگی از مکاتب ما امی است که تمامی مکاتب افغان ترک دارای لعیه می باشه و ما کنکور افغان ترک را هم در ولایات دیگه دایر می کنیم تا بتانیم که ولایاتی که از نعمت تعلیمات با کیفیت محروم هستند اونا هم بتانند در بزرگ شهرها درس خود را بخوانند و شامل آزمون افغان ترک شوند و در لعیه های بسیار مجهز و عصری بودوباش داشته باشند و اونجا درس خود را پیش ببرند. اتفاقا این یک نوع پروژه رئیس صاحب جمهور است که چند سال پیش در روز زنگ مکتب در یک سخنرانی خودی موضوع را یاد کردن و گفتن که ما یک پلان را روی دست داریم که در بزرگ شهرها لیلیه های ساخته شود و شاگردهایی که در مناطق دوردست هستند برای از اینا جایی بود و باش در نظر گرفته شود و اینا بتانن که به این مکاتب مرکز درسای خود را بخوانن و از شاگردایی که در مراکز هستن از امکانات مساعد بله. برخوردار باشن. په روسیه که هم ساسو پیغام اخلو هغه کورنۍ ته چې ماشومان هلته زده کړې کوي څومره دوی باید ډاډمنه اوسي چې حداقل هغه تعهد چې تاسو ورلی تر څو پورې چې دغه ښوونځي ستاسو په اختیار کې دي که موضوع په محکمې کې وي که هر چیرې وي هره ستونزه وي نارمل به د دوی درسونه پر وړاندې ځي او دوی پرته له کوم حراس یا ویر نه خپل ماشومان ښوونځي ته پرېږدي؟ ما روزهای آینده یک کنفرانس مطبوعاتی را تصمیم داریم که دایر بکنیم و نگرانی های خود را خواستهای خود را هم با مقامات کشور ما شریک خواست ساختیم و پیام هم به اولیای شاگردا خواد داشتیم و مطمئن هستم اونا هم در این کنفرانس حضور خواد داشتن و اونا هم از آدرس خود گفتنی هایی به بزرگای ما و زمامدارای کشور خواد داشتن. کورادن کغلی احمد فؤاد حیدری په افغانستان که در افغان ترک خونسه و مرسیال کور مندن تشکر از شما از دعوتتان. سلامت باشین درنولدن کو زموږ مرکه په همدې ځای پای ته رسیږي. ښه وخت.